سر خط خبرها. پیشروی ارتش سوریه به سوی شمال. همزمان آمریکا دو وزارتخانه و سه وزیر ترکیه را تحریم کرد. قطع یارانه 24 میلیون ایرانی. رئیس سازمان برنامه بودجه میگوید درآمد آنها بالا بوده. تأکید ناتو بر حمایت از افغانستان. دبیرکل خواستار گرفتن تضمین معتبر از طالبان در هر توافق احتمالی شد. و آتش سوزی در اردوگاه واتی یونان. پناهجویانی که بیشترشان سوری، افغان و ایران هستند اردوگاه را تخلیه کردند. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در حالی که جنگ در شمال سوریه شدت گرفته، دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید ترکیه ممکن است مسئول قتل‌های بدون محاکمه‌ای شناخته شود که به دست نیروهای مورد حمایتش انجام شدند. اشاره این دفتر به ویدئوهایی است که در روزهای آغازین حمله ترکیه به شمال سوریه منتشر شدند. در همین حال آمریکا دو وزارتخانه و سه مقام ارشد دولت ترکیه را در واکنش به عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه تحریم کرده. بریتانیا و ایتالیا هم اعلام کردند صادرات سلاح به ترکیه را متوقف می‌کنند. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن با ماست. خشایار، چند روزی هست که دولت آمریکا تهدید می‌کنه که تحریم‌های وضع خواهد کرد. بسیاری میگن این تحریم‌ها فقط شکلی هست، اونقدر جدی نیست. چقدر میشه از اون چه که می‌بینیم متوجه بشیم که این تحریم‌ها واقعاً به ترکیه آسیب خواهد زد یا نه؟ تحریم‌هایی که اعلام شده حداقل از دید تحلیلگران در بازار ترکیه نرم‌تر و ملایم‌تر از اون چیزی بود که پیش‌بینی می‌کردند. تأثیرش رو هم در بازارهای مالی ترکیه امروز می‌شد دید که برخلاف اون چیزی که پیش‌بینی می‌شد، لیر ترکیه نه تنها سقوط نکرد بلکه مقداری از ارزش از دست داده شده خودش در روز دوشنبه رو بازیافت و هر دلار آمریکا 5.9 دهم لیر معامله شد. سال گذشته زمانی که آمریکا و ترکیه بر سر کشیش آمریکایی که در ترکیه بازداشت شده بود دچار اختلاف شدن و آقای ترامپ تحریم‌هایی رو اعلام کرد علیه ترکیه، لیر حتی ارزشش رو خیلی بیشتر از این از دست داد و هر دلار آمریکا تا 7 لیر و 2 دهم لیر معامله شد. اما تحریم‌هایی که اعلام شد روز گذشته از سوی وزیر دارایی آمریکا در پی فرمان اجرایی که آقای ترامپ صادر کرد شامل وزارتخانه های دفاع و انرژی ترکیه است و همینطور وزرای دفاع کشور و انرژی ترکیه رو شامل میشه. از سوی دیگر تعرفه 50% وضع شده بر صادرات فولاد ترکیه به آمریکا که ترکیه عملا کمتر از 5% محصول فولاد خودش رو به آمریکا میفروشه. و اینکه آقای ترامپ دستور داده که مذاکرات مربوط به برقراری توافقنامه تجاری 100 میلیون دلاری بین دو کشور هم بلافاصله متوقف بشه. اون چیزی که ناظران میگن این هست که این تحریم‌هایی که داره اعمال میشه اونقدر قوی نیست که بخواد ایجاد درد کنه در آنکارا که اونها بخوان احیانا تجدید نظری داشته باشن در سیاست‌های خودشون در مورد ترکیه. البته آمریکایی‌ها گفتن که اگر عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه ادامه پیدا کنه اون وقت این امکان وجود داره که تحریم‌های بیشتری رو بخوان اعمال کنن علیه آنکارا. اما در بین تحریم‌های تازه‌ای که اعلام شد برخلاف متحدان اروپایی ترکیه که فروش سلاح به ترکیه رو محدود کردن، از جمله بریتانیا که امروز این خبر رو اعلام کرد، هیچ گونه اثری از تحریم تسلیحاتی یا منع فروش تسلیحات از سوی آمریکا به ترکیه دیده نمیشه. و در این حال شنیده شده که شورای امنیت سازمان ملل قرار هست فردا دیدار بکنه، باید منتظر چه باشیم اونجا؟ باید دید که چه دستور کار چه خواهد بود. این دومین دیدار نشست شورای امنیت هست پس از آغاز عملیات ترکیه در شمال سوریه. آیا صرفا مانند دوره گذشته اروپایی ها میان و محکوم میکنن اون کاری که ترکیه داره میکنه و خواستار خویشتنداری میشن، یا بر اساس شرایط انسانی، بحران انسانی که ایجاد شده در شمال سوریه، به هر حال ده ها هزار خانوار جابجا شدن، مجبور شدن خانه های خودشون رو ترک کنن، گزارش های منتشر شده در مورد اعدام بدون محاکمه بعضی از شبه نظامیان کرد در شمال سوریه، آیا بخوان اینها رو مورد بررسی قرار بدن؟
ممنونم ازت خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از قطع یارانه میلیون‌ها ایرانی خبر داده و علت آن را بالا بودن درآمد آنها عنوان کرده. از زمان اجرای طرح دادن یارانه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نحوه اجرای آن مورد انتقاد گسترده بوده. امروز از یک سو علی ربیعی سخنگوی دولت گفته یارانه طبقه متوسط در ایران قطع نخواهد شد، و از طرف دیگر آقای نوبخت گفته تصمیم گرفته شده که یارانه 24 میلیون نفر قطع شود. سری 14 قانون بودجه دولت رو موظف کرده قانونگذار که 3 دهک از جامعه رو که چیزی حدود 24 میلیون نفر است یارانه‌هاشون رو قطع بکنه. البته ملاکی برای قطع یارانه‌ها در نظر گرفته شد که میزان درآمدشون هست. وزارت رفاه مسئولیت شناسایی و حذف این یارانه خانوارهای حالا غیر نیازمند رو به عهده گرفته. آنچه که بیان میشه این فرصت رو به افرادی که یارانشون قطع میشه داده میشه که بیان هم از مستنداتی رو که وزارت رفاه داره با خبر بشن که به چه دلیلی این قطع شد. محمد باقر نوبخت بود، رئیس سازمان برنامه بودجه. اما احمد علوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، از استکهلم سوئد با ماست. آقای علوی، از صحبت‌های آقای نوبخت چه میشه فهمید؟ چه معیار و میزانی دولت در اختیار داره برای اینکه تعیین بکنه که چه کسی باید یارانه بگیره حالا و چه کسی نباید بگیره؟ البته باید یادآوری کرد که این بحث بحث تازه‌ای نیست، بحث قدیمیه، به خاطر اینکه این پرداخت یارانه‌های نقدی به نوعی ناکارآمد بوده، هم در جهت شناخت گروه‌های هدف، هم اینکه بتونه زندگی رو بهبود بده، و هم به این جهت که به هر حال این یارانه‌ها اگر سرمایه‌گذاری می‌شد احتمالاً پیامداش بیشتر بود در جهت ایجاد اشتغال. این سدهک به گمان مقامات حکومتی سدهکی هستند که نیازمند نیستن، بنابراین میشه استنباط کرد که 7 دهک دیگر، یعنی نزدیک 70% جامعه ایران، اونا به نوعی نیازمند یا حتی میشه گفت فقیر هستند. اما فرضاً بر اساس آمارهایی که گرفته شده میایم سهم دهک یارانه‌های نقدی در هزینه خانوار امروز بسیار کم و ناچیزه، بنابراین اگر حذفش بکنن به نظر نمیاد اون 3 دهک آسیبی ببینن. اما پرسش اساسی برای اقتصاددان اینه، خب فرضاً این پول رو از اونها گرفتید، اما چگونه میخواید خرج کنید؟ در جهت مصارف راندی دیگر یا در جهت سازندگی و استفاده کارآمد؟ متاسفانه این صحبت‌هایی که گفته میشه زده میشه یک جنبه رو حاوی یک جنبه است، اما اون جنبه دیگه، خب حالا فرضاً میخواید استفاده بکنید، چجور میخواید استفاده کنید؟ یادآوری کنم که مسئله کسر بودجه دولت عمدتاً به خاطر مصارف رانتی به اصطلاح نهادهای رانتی سیاسی و مذهبی و از جمله فرار رانتی، فرار به اصطلاح مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی. اگر قرار است دولت اینها رو که به اصطلاح حذف بکنه، بر سر اون رانت بقیه رانت چی میآید؟ این سوالی است که باقی نمیمانه. دهک بندی اون چه که ما میبینیم به عنوان دهک ها شناخته میشه در همون دوره دولت اول آقای احمدی نژاد انجام گرفته، شرایط خیلی متفاوت هست امروز. فکر میکنید که اون چه که انجام شده بود در اون دوره همچنان معتبر هست و میتونه ملاک درستی برای شرایط اقتصادی امروز در نظر گرفته بشه؟ من در همون زمان هم در مصاحبه‌ای که با خود شما داشتم با بی بی سی فارسی اونجا گفتم که اساساً این نوع اقدامات از اون جهت که گروه‌های ناهمگنی رو در بر می‌گیره که اینها شناخت درآمدشون، هزینه‌هاشون و اساساً شناخت کاراکتر اقتصادیشون، ساختار اقتصادیشون نامعینه، به احتمال زیاد دچار اشتباه میشه و به کسانی رو یارانه داده میشه که نباید داده بشه و از کسانی حذف میشه که نباید حذف بشه. در شرایط فعلی به دلیلی که شما بهش اشاره کردید، یعنی اینکه اطلاعات ناکافی نداریم یا اینکه اطلاعات دائما باید به روز بشه که این انجام نشده یا حتی اگر شده باشه در موردش تردید وجود داره، در این به اصطلاح علک کردن جدید هم به احتمال اینکه این به اصطلاح اهداف بودجه‌ای دولت محقق بشه تردید وجود داره، به خاطر شفاف نبودن اقتصاد ایران، کدر بودنش و همچنین رانتایی که الان وجود داره در اینجا و اونجا.
الان دولت در واقع اقدامی که میکنه زیر فشار مخالفین از طرفی و از طرفی به هر حال کسری بودجه است که وجود داره، اما دولت قادر نیست کسر بودجهش رو با حذف نهادهای رانتی یا اینکه فرضاً گرفتن مالیات از نهادهای به اصطلاح که مشمول مالیات هستند یا نهادهایی که تحت نظر رهبری هستن کسب بکنه، الان اومده سراغ این مسئله. ممنون ازتون آقای علوی. احمد علوی تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از استکهلم. مسئول دفتر فرماندهی کل سپاه پاسداران میگوید روح‌الله زم از 2 سال پیش در طول اطلاعاتی سپاه بوده. محمد تولایی همچنین گفته نیروهای اطلاعاتی آقای زم را زیر نظر داشتند و نهایتاً با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی دیگر موفق به دستگیری او شدند. هنوز از جزئیات و محل بازداشت آقای زم خبری به طور رسمی منتشر نشده. روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بود و سازمان اطلاعات سپاه گفته که او را در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه دستگیر کرده، اما توضیح بیشتری نداده. دیروز یک پرواز رفت و برگشت میان تهران و مشهد برای اولین بار با 2 خلبان زن انجام شد. نشاط جهانداری خلبان اول این پرواز در صفحه اینستاگرامش این عکس رو منتشر کرده و نوشته دوشنبه اتفاقی تاریخی در صنعت پرواز ایران رخ داد. خلبان دوم فروز فیروزی بود. تیر امسال هم خانم جهانداری با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش از دریافت درجه کاپیتانی بعد از اولین پرواز مستقلش خبر داده بود. حسین دهلوی، آهنگساز ایرانی و رهبر سابق ارکستر سمفونیک ملی ایران، درگذشت. آقای دهلوی سازنده قطعه‌های باله بیژن و منیژه و سبکبال در سال 1306 در تهران به دنیا آمد و موسیقی را از 5 سالگی آموخت. و همچنین نویسنده کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی بود. رئیس جمهوری روسیه از عربستان به امارات رفته. دیروز که ولادیمیر پوتین در ریاض بود، روسیه و عربستان قراردادهای اقتصادی و فنی به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند. مجید خیمدار در گزارشش میگوید این سفرهای آقای پوتین در جهت تلاش روسیه برای افزایش نفوذ و حضورش در منطقه خاورمیانه است. استقبال ولیعهد ابوظبی از رئیس جمهوری روسیه. ولادیمیر پوتین و محمد بن زاید قرار است عمدتاً درباره روابط اقتصادی و امنیت منطقه خاورمیانه گفتگو کنند. آقای پوتین دیروز در عربستان بود، برای اولین بار در 12 سال گذشته. این سفرها در راستای سیاست او برای تقویت حضور روسیه در منطقه پر انرژی و بحران زده خاورمیانه است. همه تلاش‌های ما در جهت تقویت صلح و امنیت منطقه و تثبیت بازار جهانی انرژی است. روسیه و عربستان حدود 20 توافق به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند، از جمله در حوزه‌های هوافضا، فناوری پیشرفته و کشاورزی. یکی از مهمترین این توافق‌ها برای تقویت همکاری کشورهای نفت‌خیز اوپک و غیر اوپک بود. روسیه عضو اوپک نیست، اما برای کاهش صادرات نفت و بالا نگه داشتن قیمت آن با اوپک همکاری نزدیکی داشته. عربستان و روسیه بزرگترین صادرکنندگان نفت جهانند. به گفته سخنگوی ولادیمیر پوتین، دو طرف درباره همکاری نظامی هم گفتگو کردند. 2 سال پیش روسیه و عربستان تفاهم نامه‌ای برای فروش سامانه‌های قدرتمند دفاع موشکی S-400 روسی امضا کردند، اما این فروش اتفاق نیفتاد. در عوض عربستان سیستم‌های پدافندی آمریکایی خرید. هرچند این سیستم‌ها نتوانستند ماه گذشته جلوی حمله‌های هوایی به تأسیسات نفتی عربستان را بگیرند. حمله‌هایی که تولید نفت عربستان را برای مدتی تقریباً به نصف رساند. حوثی‌های یمن مسئولیت آن حمله‌ها را به عهده گرفتند، اما عربستان و آمریکا گفتند که دست ایران در کار بوده، هرچند ایران این اتهام را رد می‌کند. با اینکه ایران و عربستان با هم رقابت و خصومت سختی دارند، روسیه با هر دو روابط خوب و نزدیکی دارد. بعضی از ناظران گفتند که روسیه ممکن است از این جایگاه ویژه‌اش در نزد ایران و عربستان برای کاهش تنش میان آنها استفاده کند. در سوریه هم که ایران و روسیه حامی حکومت بودند و عربستان حامی مخالفان، شرایط ظاهراً به نفع روسیه تغییر کرده. حمله ترکیه به کردهای شمال سوریه بعد از تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از آنجا باعث شده که کردها به دولت سوریه و روسیه نزدیک شوند. به گفته یک مشاور ولادیمیر پوتین، روسیه مایل است که در روند سیاسی برای پایان دادن به ناآرامی‌های 8 سالی اخیر در سوریه یک کشور عرب هم حضور داشته باشد. آقای پوتین گفته که حضور عربستان برای حل و فصل بحران‌های منطقه ضروری است.
معتقدم بدون حضور کشور شما بعید است که برای هیچ کدام از مسائل منطقه راه حلی درست و پایدار پیدا کرد. رئیس روسی در منطقه ثروتمند و محتاج ثبات، روسیه در جهت تقویت نفوذ و حضور خود گام برمی‌دارد. مجید خیام‌دار، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. رسانه‌های دولتی سوریه از پیشروی ارتش این کشور به سوی شمال خبر می‌دهند. همزمان آمریکا دو وزارتخانه و سه وزیر ترکیه را تحریم کرد. رئیس سازمان برنامه بودجه ایران میگوید یارانه 24 میلیون نفر به علت داشتن درآمد بالا قطع میشود. در ادامه برنامه، آتش سوزی در اردوگاه واتی در جزیره ساموس یونان. دبیر کل ناتو گفته از آغاز دوباره گفتگوهای صلح بین طالبان و آمریکا استقبال می‌کند. ینس استولتنبرگ همچنین بر تعهد این سازمان به حمایت از افغانستان تاکید کرد. مذاکرات صلح آمریکا و طالبان حدود یک سال پیش آغاز شد. چندی پیش اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این مذاکرات را پس از ادامه حملات طالبان متوقف کرد. علی حسینی همکار ما از کابل با ماست. علی، آقای استولتنبرگ مشخصاً تمایل داره که این مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه. آیا چنین تمایلی از سمت طالبان یا در واقع آمریکا یا حتی دولت افغانستان هم دیده میشه؟ خب از طرف طالبان تاکید زیادی شده، یعنی این گروه بارها گفتن که آماده هستن مذاکرات را ادامه بدهن. از طرف ایالات متحده هنوز سیگنالی که نشان دهنده از آغاز مذاکرات باشه دیده نشده، جز اینکه دو سه روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرد که نیروهای این کشور باید از افغانستان خارج بشه، یکی از خواستهای عمده و اساسی گروه طالبان. از طرف دولت افغانستان باورش به این است که مذاکرات و گفتگوهای صلحی به سرانجام مقصود میرسه که مالکیت آن بر دست دولت افغانستان باشد و دولت افغانستان وارد مذاکرات مستقیم و رو در رو با گروه طالبان باشد. دولت افغانستان همچنین از مذاکراتی که 9 دور ادامه داشت به مدت 10 ماه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان چندان راضی به نظر نمی رسید و انتقادهایی داشت و ملاحظاتی. به هر حال این سه نظر در رابطه با این مذاکرات وجود داره. حالا آقای استولتنبرگ ابراز امیدواری کرده این مذاکرات آماده بشه، اما یکی از موضوعات اساسی این است که باید گروه طالبان متوقف کنه خشونت‌هایش، چیزی که فعلا در گروه طالبان دیده نمیشه. آیا واقعا در دور قبلی این خشونت‌ها، ادامه خشونت‌ها از سمت طالبان بود که قضیه رو در واقع کلن منتفی کرد، اون دیداری رو که آقای ترامپ داشت در ذهنش آماده می‌کرد، یا اینکه مسائل دیگری هم بود که متوقف کرد این مذاکرات رو، و حالا اگر دوباره بخواد از سر گرفته بشه چه تضمینی وجود داره که اون مسائل دوباره شرایط رو برنگردونه به اون چه که پیش از در واقع در زمان خراب شدن اون مذاکرات رفت؟ درست در زمانی که توقع می‌رفت دو طرف، ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، به توافق نهایی برسن و بحث بر سر امضای توافقنامه بود، دونالد ترامپ توییت را نشر کرد و گفت که گفتگوها را متوقف میکنه و علتی را مطرح کرد که قبل از آنم دلایل مشابه دیده میشد. علتی که آقای ترامپ مطرح کرد کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله طالبان بود و گفت به علت ادامه حملات گروه طالبان این مذاکرات و گفتگوها را متوقف میسازد، چیزی که بارها صورت گرفته بود. یعنی در 10 ماه مذاکرات ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، این گروه همواره تاکید داشت که مذاکرات از یک طرف روان است و جنگشان از یک طرف دیگر و متوقف نمیشد. دلایل دیگری فعلا مطرح نشده جز همین موضوع، موضوعی که قبلا هم بر او یعنی جریان داشت، فضا و وضعیتی که جریان داشت جنگ طالبان بود. به هر حال فعلا از طرف گروه طالبان تمایل وجود داره، از طرف ایالات متحده آمریکا تمایل برای ادامه این مذاکرات وجود نداره. ببینیم بعد از اینکه فضای انتخاباتی افغانستان فرونشست و دولت بعدی شکل گرفت، نگاه ایالات متحده آمریکا به این مذاکرات چه خواهد بود. سپاسگزارم. علی حسینی همکارم از کابل. تنها 2 هفته بعد از آتش سوزی در اردوگاه موریا، یک آتش سوزی دیگر در اردوگاه واتی در جزیره ساموس در یونان رخ داد. هزاران نفر از پناهجویان این اردوگاه مجبور به تخلیه این اردوگاه شدند. اونها شب رو در بیرون اردوگاه صبح کردند. بیشتر پناهجویان در یونان سوری و افغان هستند. ایرانی ها هم تعداد زیادی از پناهجویان رو تشکیل میدن. فرین حاسمی گزارش میده.
اردوگاه واتی در جزیره ساموس در یونان صبح بعد از آتش‌سوزی. آتش‌سوزی ساعت 10 شب دوشنبه شروع شد. پلیس میگوید دلیل آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. رسانه‌های یونان گزارش دادند که هزاران نفر از پناهجویان واتی این اردوگاه را تخلیه کردند. بشنویم از یکی از پناهجویان این اردوگاه. جریان از این قرار بوده که دیروز صفحه غذا بین عربا و افغانی ها دعوا شده، درگیری شده بود. بعدش دوباره بین افغانی و عربا نزدیک شام درگیری شده که آخرش دیگه این درگیری خیلی بزرگ شده. بین عربا و افغانا یه چند نفر را زدن، با چاقو زخمی کردن از دو طرف. اونا همشون فعلا تو بیمارستانن. بعدش که دیگه آتش زدن کلن چادرها را، همه جا آتش گرفت. دیگه هیچی نزدیک 3-4 ساعت طول کشید. دیگه همه مردم دیشب بیرون بودن، هیچ کس نخوابیده دیشب. الان همه حراس دارن که دوباره خدای نکرده درگیری نشه. با اینکه اردوگاه واتی برای اسکان 650 نفر ساخته شده، اما یکی از پرجمعیت ترین اردوگاه های جزیره ساموس است و نزدیک به 6000 نفر در آن ساکنند. این هم واکنش پزشکان بدون مرز به این حادثه. نیمی از 6000 نفری که در اردوگاه واتی در جزیره ساموس گیر افتاده‌اند زنان و بچه‌ها هستند. بچه‌ها و دیگر افراد آسیب پذیر باید از جزایر یونان خارج و در جایی امن اسکان داده شوند. 3 نفر در درگیری پیش از آتش‌سوزی آسیب دیدند و به بیمارستان برده شدند. درگیری‌های از این دست پیش از این هم در اردوگاه‌های دیگر سابقه داشته. اینجا اردوگاه موریاست در جزیره لسبوس یونان، جایی که برای خیلی از پناهجویانی که از جنگ و فقر و شرایط نامساعد زندگی فرار می کنند روزنه امید است. اما وقتی به آن می رسند و شرایط را از نزدیک می بینند، وضعیت فرق می کند. وضعیت بهداشتی و امکانات ابتدایی زندگی در این اردوگاه و اردوگاه های مشابه آن مناسب نیست. بیشتر این اردوگاه ها به شدت پرجمعیت هستند و خیلی از پناهجوها در چادرهای در خارج از اردوگاه می خوابند. حدود یک ماه پیش یک زن در اردوگاه موریا کشته شد. چند نفر هم در درگیری زخمی شدند. بیشتر پناهجویان در یونان، سوری و افغان هستند. ایرانی ها هم تعداد زیادی از پناهجویان را تشکیل می دهند. این احتمال وجود دارد که حملات ترکیه به کردهای سوریه موج جدیدی از پناهجویان را به اروپا بکشاند. فرین آسمی، بی بی سی. و حالا برسیم به یک داستان زیبا از دوستی و همنشینی. وقتی یک راکون مادر فرزندش رو در باغ وحشی در روسیه ترک کرد، مسئولان باغ وحش نمیدونستن با این بچه چه کنند. یه باغ وحش دیگه اما نقشه کشیده بود که اون رو با یک سگ کوچولو جفت کنه. گزارش تیم آلمن رو از این دوستی بامزه ببینید. دوستای جونجولی و شیطون با موشکا راکونا و بروشکا سیاه آشناشیم. وقتی موشکا رو به این باغ وحش در استان ارکوتسک سیبری آوردن هیچ همبازی نداشت. به همین خاطر اونو با بروشکا آشنا کردن. حالا شدن یه روح در دو کالبد. نه تنها اخلاقشون با هم جوره، بلکه همو کامل میکنن. رفتارهای همدیگر رو به دقت بررسی میکنن و بعضی رفتارهای خاص رو از هم یاد میگیرن. برای مثال سگ یاد گرفته که از مردم بالا بره. باید بگم که تاثیرگذاری راکونه به نسبت سگ بیشتره. از نظر انتقال بیماری و ویروس‌های مختلف خطر سگ برای راکون به مراتب کمتر تا گربه. بروشکا این سگ کوچولوی صمیمی به موشکا خوردن غذای جامد رو یاد داد، هرچند که همیشه هم بینشون صلح و صفا نیست. سگ خیلی سرخورده میشه چون چنگش اونقدر قوی نیست. وقتی راکون داره از یه جا بالا میره، سگ میشینه یه جا شروع میکنه به داد زدن. خیلی دلم میخواد بدونم همدیگر رو چطور میبینن. آیا سگ فکر میکنه که یک راکونه یا راکونه خیال میکنه سگه؟ از اون سوالایی که همه رو عمیقا به فکر فرو برده. مسئولای باغ وحش میگن قرار نیست موشکا و بروشکا رو از هم جدا کنن و تا وقتی آبشون توی جوب بره با هم میمونن. همونطور که پیشتر هم گفتیم، حسین دهلوی آهنگساز ایرانی و رهبر سابق ارکستر سمفونیک ملی ایران درگذشت. آقای دهلوی سازنده قطعه‌های آشنایی برای اکثر موسیقی شناسان، قطعات او بسیار معروفه، از جمله باله بیژن و منیژه، قطعه سبکبال، قطعه زندان او که در شوشتری بر اساس قطعه‌ای از استاد ابوالحسن صبا ساخته شده بود. بخشی از سبکبار رو با هم گوش کنیم.
آقای دهلوی بعد از حدود یک دهه بیماری امروز درگذشتند. او از شاگردان برجسته استاد ابوالحسن صبا بود و شاگردان بسیاری از جمله حسین علیزاده، استاد داریوش طلایی و بزرگان دیگری در واقع آموزش دیده او هستند. از طرف خودمون به خانواده آقای دهلوی هم تسلیت میگیم. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر با شما خواهم بود.